بیژن اومد. بیژن دارم ازت فیلم میگم. بیژن داری از دور میای. فیلم چی میگی؟ ببین. ببین. من داشتم فکر میکردم که ازت یه چیزی بپرسم. میای یه برنامه با هم درست کنیم. حالا بیا تو. بیا تو. برنامه چی درست کنیم؟ بذار. کفشت. بیا با کفش بیارم. میخوندم ازت مدرک میگیرم. یه برنامه ای درست کنیم که توی نوروز پخش بشه. یه برنامه نوروز درست کنیم. این کرونایی با این رژیم جمهوری اسلامی، با این کشت و کشتار تو سراوان و اعدام بچه های ایران. دیدم ما هر سال که برنامه نوروز درست میکردیم هیچ وقت از مسائل ایران دور نبودیم. حالاش هم نیستیم. همون دیگه. یه بالاخره یه آینه یه سنت بعد نگهش داشت. واقعا فکر میکنیم این کارو بکنیم، چون من موافقم به خاطر اینکه نوروز رو باید نگه داشتیم. ما نگه داشتیم. نه، ما کارمون مشخص بود، نه از جمهوری اسلامی و لوبیستاش خط میگرفتیم و پول میگرفتیم، نه اینکه سر سفره اجنبی نشستیم. ما هیچ کدوم این کارا رو نکردیم. ما ایران رو نفروختیم و همه بچه‌ای که با ما کار میکردن همشون به عشق نوروز و ایران و مردم سال یه بار دوره هم جمع شدن، با هم دیگه این برنامه ها رو ساختیم. دم همشون هم گرم. باشه، داریم بسازیم. آره، چون ما هیچ وقت وقت نکردیم از بچه ها تشکر کنیم و من هیچ وقت وقت نکردم، فرصت نشد که تو به روز و به ازدادم تشکر کنم. تشکر لازم نیست. پس میای درست کنیم؟ یس. آره؟ یس. آره، به افتخار ایران. ایران هرگز نمیره. مرسی، پس خودم آماده میکنم. بهاران خجسته و نوروز پیروز. بر شما، به برنامه ما خوش آمدید. حالا برنامه ما چی هست؟ معلوم نیست. معلوم نیست. بعد از سالها بعد از سالها برنامه اجرا نکردن اومدیم نشستیم اینجا، حالا ببینیم تا چی میشه. هرچه پیش آید خوش آید. کی بود آخرین برنامه نوروز بیجا؟ یادم نیست، خیلی وقت پیش بود. مارش 2015 بود فکر میکنم. اما چرا اینجا نشستیم؟ مجده رفت آرشیو برنامه های کانال گلوبال و تلویزیون میناتور رو زیر رو کردش، کلی برنامه پیدا کردیم از هنرمندان خوبمون، از عزیزانی که بعضیشون الان اینجا نیستن، درصد همه رو برداشتش و یه کارایی کردش و به من گفت بیا بشین اینجا تو استودیویی که کروناییه و هیچ کی دیگه هم وجود نداره. البته استودیو کرونایی نیست، یعنی در دوره کرونا داریم ضبط میکنیم. آره، نه ولی یه فکری پشت این حرکت بود. فکرش هم این بود، حداقل فکر من این بود که دیدم من تو 25 تا برنامه نوروز تو سوئد شرکت کردم، یعنی 25 سال. بعد همینجوری که داشتم، آره، بعد موام سیاه بود، الان موام سفید شده، نمیدونم اینا. البته بزنم به تخت شما همچنان جوون موندی، فقط من پیر شدم.
همیشه من اذیت میکنه البته در این موارد، ولی که خب بالاخره باشه من تعامل میکنم. نه ولی من فکر کردم که اینو بهتره که، حالا من نمیدونم چند نفر این برنامه رو ممکنه ببینن، ولی قلبا دل هر دوی ما میخواستش که اولا یه سپاسگزاری داشته باشیم از همه کسایی که توی این 25 سال تا سال 2015 با ما در برنامه هامون همراه بودن. من خودم میخواستم اصلا از این شروع کنم چون همه چی تقصیر توه. چرا من شروع کردم؟ همیشه تقصیر من هست. نه تقصیر شماست به خاطر اینکه برنامه نوروز رو اصلا شما آوردید تو سوئد به همراه بهروز و بهزاد برادرات. بله تو تلویزیون سوئد خیلی وقت داشتم. من خودم اومدم وقتی سوئد مهاجرت کردم. مهاجرت های شیک کم نبوده مثل امروز که آخه همه چیز اومدن با دعوتنامه اومدن، نه به صورت پناهنده از مملکت خودمون فرار کردیم، من جزو پناهنده ها بودم، اومدم بچه هم بودم. برنامه نوروز شما و بهروز و بهزاد که توی تلویزیون سوئد پخش شده بود، برنامه موزاییک بودش، برنامه سال 1988 بود که من یادم میاد نگاه کردم، نه یه بار فکر کنم حداقل 25-6 بار نگاه کردم. اون موقعش که نمیدونست نوروز اصلا چی هست تو سوئد، نه یعنی تو تمام اروپا هم نمیدونستن اصلا، اونم با زیرنویس سوئدی و پخش بشه و اینا. در هر صورت ما یه تیمی شدیم، بعدها منم بهش اضافه شدم و خیلی دوستان دیگه بودن هنرمندان خوب. ما یه برنامه تلویزیونی رو شما کارگردانی میکردیم و با برادر در شرکت ISP درست میکردیم به اسم مینیاتور. با سلام به بینندگان عزیز، به اتفاق همه همکارانمون فرارسیدن نوروز 1371 را حضور یکایک شما عزیزان تبریک میگوییم. استقبال بی نظیر بینندگان عزیز، چه ایرانی و چه از ملیتهای دیگر، باعث شد که این مژده را بدهیم که برنامه های مینیاتور در آینده نیز ادامه خواهد داشت. نوروز با گرمی و روشنایی خود تجدید خاطره وابستگی انسان با طبیعت می باشد و این یادآوری وسوسه انگیز یکی از زیباترین و استوارترین سنت‌های ایرانی را در بر می‌گیرد. ما یه تیمی بودیم، نه فقط بیژن، بهروز، بهزاد، هرچند که بزرگترین نقش این سه برادر بازی کردن، ولی ما یه تیمی بودیم به همراهی چندین و چند هنرمند و دوست خوب. بله. و اون خانه‌ای که شما سه برادر درست کردین به عنوان تلویزیون مینیاتور یه پایگاهی شد که دوستانی که علاقه من به این حرفه بودن و کارشون هنرمند بود، بودن، دوستانی بودن که واقعا هنرمند بودن همشون. به همین شد که 25 سال ما در خونه ایرانی ها رو زدیم و گفتیم نوروزتون پیروز. نخست وزیرهای سوئد در دوران مختلف اینا ما رفتیم سراغشون. هر روز تان نوروز، نوروز تان پیروز. و یه جوری هم شد که بعدن خودمونم کلی بلاها سرمون اومد، ما یه برنامه تلویزیونی رو تبدیل به یه کانال کردیم، کانال گلوبال. بعدن یه مقدار خیلی رومون داری زیاد میشد دیگه، بعد کم کم زیر پامون رو جارو میکردن. به هر حال یه آرشیوی موند. بله. که ما با چنگ و دندون این آرشیو رو نگه داشتیم در این دیسکت های مختلف. به هر صورت من یه کارایی کردم، نشستم مونتاژ کردم یه سری چیزا رو. یکیشو من دیدم رفته توی آرشیو، یه سری برنامه هایی که من توی تلویزیون ملی ایران داشتم و شانسی آوردم اینجا، ورشته در آورده و پیدا کرده. آره میخواد بهتون نشونم بده. آره من فکر کردم ببینیم، چون من که نمیدونم کجا بود. من یه استودیو دیدم که خیلی مدل قدیمی ایرانی توش دکوراسیون شده و یه لباسای خیلی محلی مانند و ایناست. پارس فیلم بودش. آره. برنامه نوبر بهار بود که اولین بار ستار و لیلا فروهر در اونجا، ستار شازده خانومش رو خون، لیلا فروهر هم ما یه پرنده بودیم و اونجا خون. من کارگردانش بودم با مینا رفیع‌زاده، مرحوم سهراب اخوانم. آها اون آقایی که شم روشن میکنه. حالا من هی دارم پیش پیش میگم چون اینا رو تو تصویر دیدم ولی نمیدونستم چه، نمیخواستم هم که به شما نشون بدم قبلش. Yeah.
از اون هفت آسینه که بوی صفره میچینه یک سینه سبسین یه صفره سمنو سمنو آی سمنو مال حبسین سمنو مال بای حبسین در پل تابله می‌آید و آنجا یکی از زشت‌ترین و غم‌انگیزترین صحنه‌های تجاوز دشمن خونخوار وحشی را می‌بینیم. صحنه‌ای که تا ابد چهره تاریخ را کریه و نازیبا نگاه خواهد داشت. هشداری خونخوارانه و تجاوزی به معنای کامل و تمام کلمه. خودم شهر صبح روز یکشنبه دوم خرداد ماه 61 باز بر ستم کنم و این گونه ستم به لطیف‌ترین و بی‌گناه‌ترین مخلوق و موجود جهان یعنی کودکان را نیز قربانی هوس‌ها و مطامع خود ساختند. ننگ و نفرین ابدی و نابودی بر شما و بر همه ظلم‌ها. با هم رفتیم سفری به ایران. ایران با بیژن صالحی قبل از شورش و انقلاب 57 و بعدش. من که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، متاسفانه اشکم در من. خیلی ما سرسری از این داستان گذاشتیم. بله. از سالهای جنگ خیلی سرسری گذاشتیم. من میدونم که خیلی ایرانی‌ها دوست ندارن که آدم راجع به چیزای جدی تو نه حالا نوروز مجده بود. اتفاقا برای همین میگم که این برنامه متفاوت نوروز و برای همین بود که اتفاقا من فکر کردم که این تیکر رو از تو نشون بدم که دانشجو بودی، برمیگردی ایران، تو تلویزیون کار میکنی به عنوان کارگردان، در بهترین سالهای ایران زندگی میکنی و بعد در از سفرت در ایران با جنگ تموم میشه و فیلمی که تو گرفتی درست کردی از جنگ. بله. موقع فتح خرمشهر. بله. شما اونجا بودی. بله، حمید اخوان فیلم بردارم بودش که اونم فوت کرده و فتح خرمشهر رو اونجا بودیم و عشق من خوزستان رو ساختم که گفتن که حق نداری اسمشو بذاری عشق من خوزستان، گذاشتم سفری در خوزستان. دوست دارم. خیلی خوب دیگه. آره، در هر صورت مهم بود به نظر من که این تیکر رو نشون بدیم، چون من فکر میکنم که ما خیلی کم راجع به اون سالهای وحشتناک جنگ ایران و عراق صحبت میکنیم. نه. و خیلی کم به یادمون میاد که چه روزهایی بر ایران زمینمون گذشت. در هر صورت مرسی بیژن. خواهش میکنم. حالا بهتر زیاد روز خونی نکنیم. حالا برای اینکه مودمون رو عوض بکنیم میریم به یه سری فیلم های دیگه ای که من پیدا کردم پشت صحنه ها که اینا با دوربین های VHS بوده و اینا در طی سال های مختلف از دهه 90 میلادی هست تا 2015. اینا رو با هم دیگه میبینیم و دوستانی هم که با ما همکاری کردن خیلی هاشون فکر کنم خودشون رو ببینن در این. حتما. بینندگان عزیز، اولین برنامه فارسی زبان تلویزیون سوئد را که به مناسبت عید سعید نوروز تهیه شده است حضورتان تقدیم میکنیم. عید شما مبارک. وازگن.
بله حاضر میجا آماده تیسنا رو تیسنا بعد تون بیرا ری بو ای سال نو مبارک در سخنم نمیده باز سال نو مبارک سال به هم رسیدن و دل زدم بریدن سال ستار دیدن و وقت پر کشیدن سال به هم رسیدن و نظرت راجع به این مردم چیه؟ بسیار عالی از فیلم برنامه آقای جواد واقعا نمیدونه پس نوار ایران آی به کوب و خوش بخان در کنار ایران دوره به غم چه بگذرد من تو تصورم این بود که داشتم می‌نوشتم که آها اینو همه دارن اذیت می‌کنن و میگه دو گرینت رک نه یونگن ای این بسته چیه مجبور اینی کنم چاکوهای بطاق سینموگه عروسکی در اسکاندیناوی به زودی از نوردیک با شرکت بیژن صالحی بهروز و بهزاد صالحی با شرکت افتخاری باستانسیه اینجاست که علیرضا مجلل پس از سالها تلاش در تئاتر بزرگ سالان به یک فاجعه بدبختی بار وارد می شود و عروسکی را به دست می گیرد و همچنان با کسی که لنگار لنگار سال نوی رسیده باز سال نو مبارک در سخنم نمیده باز سال نو مبارک سال به هم رسیدن و دل زغم بریدن سال ستار دیدن و وقت پرگشیدن سال به هم رسیدن و دل زغم بریدن سال ستار دیدن و وقت پرگشیدن در دل من شکوفه ای از تبار ایران آی به گوب و خوش بخان در کنار ایران دوره غم شو بگذرد شب ما حتما بهار نمیخواد بگی حتما بهار شده این که مضاف بمونه فقط سر جاشه راسته چیزای دیگه ای سر جاشه راسته چیزای دیگه ای درست نه نه اوش احواز هم سر جاشه راستش یه چیزایی دیگه دوباره اینو کرفت یه چیزایی دیگه ای درست راستش چیزایی دیگه ای سر جاش نیست راستش اوش احواز هم سر جاشه مثلا چی چیزایی اوش احواز هم سر جاشه و چی راستش یه چیزای دیگه ای سر جاش نیست از شروعش با عوامل فنی که دارن هی دو صورت اینا زوم میکنن برمیگردن اون آهنگی رو پخش میکنن یا بعدن میخواد بذارن ناصر خان آخه صندلی منو ورشی بودی باشی زیر ریکوسیتا نمیدونی من این نورا رو چیکارش بکنم چه چراغ مجلس هستی ایزوید من قبل از 8 سال و همینطور که این همکار بسیار نازنین آقای زنکو اینجا آقا به آقا مجلل که میخواد آقای مجلل طبق معمول که همیشه دیر میاد تا حالا 37 دقیقه است دیر کرده بیامد من
سال به سال دریغ از پارسال بازم. خاطرات خوبی بودش نماجده. آره خیلی سخت آدم اینا رو که میبینه یه بغض عجیبی. حالا من اینا رو صد دفعه دیدم که در این مدتی که مونتاژ میکردم و اینا، ولی کم به هر حال عجب سفری. ولی کم تو این سفر ما چند تا از دوستانمون از دست دادیم متاسفانه. آقای مهاجر که ویالون میزد، هنرمند ارزنده ما، بله. ناصر یوسفی کارگردان خوب ما، بله آقای یوسفی در سکچای بله. نوروزی ما بله. می اومدن و بسیار دوست داشتنی بله. فرد بسیار مهربون. آقای مهاجر هم که گفتی نشون اصلا نوازنده بسیار بله. خوبی بودن، فقط ویالون نمی زدن. و چیزی که قشنگ بود و خاطره‌ای که زنده شد این بود که ما هر سال سعی می کردیم به کانون سالمندان ایرانی ها سری بزنیم و در برنامه های ویژه‌ای که داشتن برای نوروز به هر حال در کنار اونها هم باشیم و اونها هم در کنار ما. و دیگه که دوست داشتم بگیم اسم هنرمندانمون رو، اون قسمت عمو نوروز و بابا نوئل بود که چه خاطره شیرینی داره ضبط اون برنامه. عمو نوروز ما که دیالوگاشو فراموش میکرد آقای مهران طالعی نازنین اجرا میکردند و بابا نوئل هم آقای جوادی بودش. هر جا که هستند از همینجا بهشون درود میفرستیم و همه دوستانی که در این فیلم الان دیدیم، آقای خانتوری بودش، داوود اخویان بودش، آقای شریفیان، آقای فاریا اکبری، آقای شریفیان خودمون، ولی کن همیشه بهروز و بهزاد پشتیبان ما بودن پشت صحنه. بله بدون بهروز و بهزاد سالهی که اصلا بدون عیجز مجلل آقای مجلل همه کاره بودن. خیلی خب حالا دیگه احساسی نشیم، ولی حالا که شما گفتی آقای مجلل، نظرت چیه که اول بریم سراغ این نیایش های نوروزی که داشتیم؟ اگه دوست داری یه توضیح کوتاهی راجبش بدی. والا علیرضا مجلل دوست خیلی خوب ما، کارگردان، هنرپیشه، همه کاره، هر ساله تحویل نوروز و ما با صدای علیرضا مجلل و متنی که اون مینوشتش تحویل میدادیم. اینه که تیکه های زیادی از عجز ما داریم. ما به رسم همه سالهایی که به پیشواز سال نو به همراه آقای مجلل می رفتیم و ما کل برنامه رو تحویل ایشون می دادیم تا با ایشون هممون در یک حال و هوای خاصی با همه احساساتی که داشتیم، چون طبیعتاً که ما همیشه خیلی دلازرده بودیم بابت اتفاقاتی که در ایران میفته و خفقانی که هست و کشت و کشتارهایی که در ایران در طی سالهای مختلف انجام شده، و این خودش یه آرامشی میداد که ما در یک چند لحظه کنار هم جمع میشدیم و با هم به آغاز سال نو میرفتیم. در آستانه زایش بهاری دوباره، در نقطه بی فصل و زمان، در لحظه بی نهایت، بار دیگر دست به سوی تو بر می داریم. خدایا این است همیشه خواست من، آنچنان کن که ایران سرفراز در جهان، جهان سرفراز به ایران. پاینده ایران نوروز پیروز. میان در مجلس آصف به نوروز جلالی نوش،
که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی. سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی. نگار من، نگار من، امید نو بهار من، لبی به خنده باز کن. باز کن پنجره ها را، باز کن پنجره ها را، که نسیم روز میلاد عقاقی ها را جشن میگیرد و بهار روی هر شاخه کنار هر برگ شمع روشن کرده است. شمع بیارید، عود بسوزید، پرده به یک سو زنید از رخ مهتاب، که شگرف و شاداب نو عروس شورانگیزاننده همه فصول از راه می رسد. به خانه خوش آمدی، از اندیشیدن به قلب تپنده زمین ساینده مادر دور و دور و دورتر شده ای. لحظه ای درنگ کن، لختی بیاسای، به خدای، به انسان، به عدالت، به مهر بیندیش. این منم، این همراهان مایند که میبایست در دستی پرچم سبز بهار و در دستی دیگر یاد و خاطره گلهای پرپر شده پاییزی را زنده نگه داریم. چشم من باری به دستان توست که با همه وجودت شاهد و ناظر بیداد پاییزی و زمهریر زمستانی بر سرنوشت خیلی همراهانم بودی، و تا دنیا باقی است به یاد داری در خلوت خود یاد گلان نورسته و پرپر شده من را، یاد آخرین نگاهی را به مثابه سمبل نسل جوانم. هموطن، همراه، همسایه، بیا تا بهاری همیشه، بهاری سبز و پرنشاد در همه سطوح، به هم نوعان خود در هر گوشه این جهان کوچک به ارمغان ببریم و روزی نو را به پیروزی و بهروزی، همچون نوروز به جشن و پای کوبی بنشینیم. حالا به نظر من بریم سراغ موسیقی و هنرمندان خوب ما، که هنرمندانی که واقعا در این سالها در کنار ما بودند و برنامه های بسیار قشنگ و زیبایی ارائه دادند. و تصمیم گرفتیم به خاطر این داستانهای کپی رایت و این چیزهایی که هستش، ما فقط موزیکایی رو داشته باشیم که خودمون در برنامه خودمون در مینیاتور در کانال هفت در کانال گلوبال ضبط کردیم، چون محصولات خودمون هستش و همه نتونستیم همه کسانی که طبیعتاً در 25 سال خیلی مدت زمان طولانیه، ولی میریم به اون نگاهی میکنیم و میریم سراغ برنامه های نوروزی ما بیشتر. بله.
آقای ستار هنرمند عزیز رو روزهای عید در استودیوی مینیاتور داریم که ازشون خواهش میکنم تشریف بیارن. آقای ستار سلام، عید شما مبارک. خیلی ممنون، عید شما مبارک. خیلی ممنون، خدا خوشحال هستم. دوتا دستان مرکبی تموم شعرام خط خطی پیش شما شازده قسمت میدم پشت سر من مسافر گریه نکن گریه نکن گریه نکن بیشتر از جونم من دوست دارم این دم آخر گریه نکن گریه نکن گریه چه روزگاری داشتیم چه روزای شادی داشتیم مثل دوتا پرستو پر میزدیم دوتایی با قلبای برومی بی خبر از جدایی بهار است بران کوش که خوشدل باشی که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی تو اگر شاه منی تو اگر ماه منی همچو فرهاد شده کوکنی پیش ما تو اگر شاه منی رو حاجی پیروز ما چشم بی تو بهاره میباره 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 تو
عشق فقانم ستاری ستاره چشات نازنینه انگشتر شب نگیره دو بالای شما ها رو به نازم گل باغ تمنا رو به نازم تو که با عشق بگری از همه دل میرم منو شیدا میکنی چه نمیرم تو که با اونی تلا دو بالای بلا به تو بد پا میکنی چه نمیرم دو بالای همه گی رو به نازم تو گل باغ تمنا رو به نازم به زلف کجت با قمر قرینه تا قمر در اقرب کار ما چنینه کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه شدی جدا نشو تویی که از محبتی نشان نداری خبر ز حال دل شکستگان نداری خب دیدید لذت بردید حتما دست درد نکنه موجود هم خیلی زحمت کشتی اینا رو سرهم کرده من بیشتر از زحمت فکر کنم خیلی گریه کردم واقعا من خیلی گریه کردم این برنامه رو که مونتاژ میکردم واقعا الان یه چند روزی هستش که درگیر این داستان هستم که خیلی سخته به واژه ها رو پیدا کنم که بگم این چیزایی که آدم واقعا در درون قلبش احساس میکنه مثلا توی این تیکه‌ای که داشتیم میدیدیم در همه تیکه‌های مختلف موسیقی رقص اینا با باله آقای نیما کیان شروع شد که ایشون کارگردانی کرده بودن قطعه‌ای به نام زن که این رقصنده باله چادری به سر داره و اینو میندازه و اون در اون زمان همیشه بعد یاد من باشه یعنی یاد ما هست که اون زمانی که خب به اون صورت تلویزیون های مختلف نبودن اینترنت به این صورت فعال نبود و اینا یه حرکت های یه سری آدم ها کردند که جا داره که آدم از همشون قدردانی بکنه که پایه یک سری مسائل رو گذاشتن و دمشون گرم امیدوارم که همشون موفق باشن و من هرگز اون صحنه یادم نمیره که مردم به چه شعفی افتادن بله که چادرشون رو میکردن حالا مجد به نظر من زیاد پرحرفی نکنیم ببخشید اگر موافق باشیم من میخوام پرحرفی کنم آقا اینجا هم خب پرحرفی کنم آقا یه سری برنامه داریم از هنرمندان بزرگی که اینجا مهمون ما بودن مثل آقای ارهام سعد مثل آقای کریمی سفر ایران پاک خاطرش به آقای گرگین آقای پورنگ اینا رو موافقی بریم ببینیم خب تو که همه رو گفتی که اینا رو نباید میگفتی بعد دوستان میدیدم بعد ما راجبشون صحبت میکردیم خب حالا بریم ببینیم بعد راجبش صحبت کنیم
مجموعاً میتونم بگم که حدود 40 سال هست که دوران شباب و جوانی که بهترین دوره زندگی هر انسانی است صرف شادآفرینی و آوردن خنده روی لبها توأم با نشون دادن گوشه ای از زشتی ها و زیبایی های زندگی خودمون، فرهنگ خودمون، فولکلور خودمون و سنن و آداب ملت از ایران صرف کردن و این باعث خوشحالی منه و به من نیرو میده که بقیه عمر را هم که دارم انشاءالله خدمتگزار ملت باشم در هر کجا که هستم. نگاه هایی که تو جامعه مثلا خود شما حالا عینک دارین دیده نمیشه، ولی تو استودیو که بودی من نگاه شما رو دریافت کردم که بسیار محبت آمیز بود، مثل این که واقعا به پدر عزیزتون دارین نگاه میکنم. من یهو میکنم اینو با میلیون ها دلار نمیشه خرید، یک ثروت عظیمیه که من بهش میبالم و خوشحالم از این بابت که نتیجه یه عمر کاره. من بیش از نیم قرن کار کردم و ملت ایران چنان سپاسگزاره، حق مطلب رو ادا میکنه که من واقعا گاه شرمنده میشم. بینندگان عزیز تلویزیون مینیاتور، خیلی خوشحالم که امسال فرصتی پیش داد که خدمتتون بیام و عید نوروز باستانی رو به تمامی شما دونه دونه شما هموطنان عزیز تبریک بگم و به خصوص ایرانیانی که خارج از ایران هستن و آرزوی اینه دارن که این جشن رو در ایران بگیرن. ما الان در منزل قهرمان فوتبال ایران آقای سفر ایران پاک هستیم. خدمتشون سلام میکنم و خوش آمد میگم به تلویزیون ایرانیان مینیاتور. من هم خدمت شما سلام میکنم و خوشحالم که از این طریق میتونم با هموطنان عزیزم صحبت کنم. امیدوارم که پیغام سال نوین، پیغام جشن بهار رو به نام همبستگی قلب ها، به هم پیوستن این نفس‌های پراکنده و نوعی دوستی و رفاقت هر جا که هستن به یاد داشته باشن. این گل از طرف شما میدم به آقای عکاسی. متشکرم بعدیا جان، عید شما مبارک. بچه عزیز عید شما مبارک. شعر قشنگی براتون دارم. بدین شایستگی جشنی، بدین بایستگی روزی. در ایرانم که بودیم نسبت به دختر همسایه کوچمون متعصب بودیم و اگر دلمون میخواست که یه نام عاشقانه بدیم به دختر همسایه کوچه دیگه میدادیم. الان من متاسفانه میبینم که بعضی از ایرانی ها میان میگن آقا رفتیم ایران چه عشقی کردیم، برای یه دامن میان و تفو بر توی چرخی گردون، تفو تفو بر توی چرخ، که نمیری با پولت یک شب به 5 تا دختر ایرانی بگی امشب برو خونه بخواب و استراحت کن، تف بر شرفت که نداری. من برای نسل شما خیلی احترام قائلم و بعکس اون چیزی که شما اول اشاره کردید، شما نسل فوق العاده درخشانی هستید. شما، من واقعا کارهای شما رو که میبینم، طرز تفکر شما و هم نسلان شما رو که میخونم و چه میبینم، بسیار امیدوار میشم به آینده، آینده جهان و آینده ایران از جمله. بدانید من هیچ وقت جدا نمی کنم مردمان رو اصلا. و دانشجو شما فکر نکنید که تأثیر ندارید. نسل شما نسل فوق العاده خوبی است در یه مقطع مهم تاریخی و من شخصا ازشون خیلی یاد می گیرم. مرسی. از نو جامعه تازه‌ای بپوشی، به خونخواهی دل از جوهر و قلم خنجری بسازی، به صد لشکر غزل فاتحانه تا قلب غم بتازی. خب حالا اینا رو دیدین، حالا مجد تو تعریف کن ببینم. تعریف بکنم از تکیه‌ای که خب من الان بازم همش من احساساتیم. بعدیه این داستان اینه که آدم همش دائم در گیردار این احساساتش هستش. در طی مدت 25 سالی که ما در تلویزیون مینیاتور کانال 7 و کانال گلوبال بودیم، شاید زیباترین برخورد و موقعیتی که پیش اومد که برای من خیلی عزیز بود اون لحظه، یکی دیدن آقای کریمی بود، یکم آقای گرگین، یکم آقای گرگین. در صورت یاد همشون گرامی، یاد به ویژه آقای گرگین نازنین که من.
یادشون بخیر. مجده احساساتی میشه و منم احساساتی میکنم متاسفانه. بگذاریم. حالا بریم سراغ بقیه دنباله برنامه. که این قطعه، این تکه ای که مونتاژ شده، سفر کوتاهی رو نشون میده روی برنامه های کودک. چون ما هرگز کودکانمون رو فراموش نکردیم. اونها هم عضو خانواده نوروزی ما بودن. بله. و تئاتر داشتیم، موسیقی داشتیم، نمیدونم بسیار تکه های مختلفی بوده. هنرمندان نازنین ما هم در کنارمون بودن، چه از اون اول گرفته با آقای ناصر غفرانی فر، آقا معلم مدرسه موشهای ایران که در سوئد مدرسه موشهای مهاجر رو در تلویزیون مینیاتور کارگردانی کردن، به همراه هنرمندان خیلی زیادی که همراهی کردن. و دیگه پیش رفت تا ضبط برنامه دیدار امونوروز که آقای سعید شریفیان بازی میکردن در باغ پروانه ها. در باغ پروانه ها آقای خاطرات زیادی خیلی داشتن. آقای امیر برقشی، خانم ملیحه مینوخرد و و و و بریم سری بزنیم ببینیم. بچه ها جون، به یاد بهار توی ایران و نوروز براتون قطعه نوشتم که میخونمش. روزی بود، روزگاری بود، عیدی بود، بهاری بود، تو خونه پدر بزرگ روز عید قوقایی بود. کنار سفره هفت سین می اومد مادر بزرگ، به همه عیدی می داد. صورت زیبا و خندون او به ماها شادی می داد. سر ظهر وقت نهار همه خوشحال و سرحال دور هم جمع می شدن. خلاصه دوستای خوبم اون روزا دنیایی داشت. بوی گل‌های بهار تو ایرون قصه جدایی داشت. مسئله بسیار بسیار جدی است و شما بدانید که موش‌های عزیز ایران هم منتظر نامه ما هستند و ما هم باید به فکر آنها باشیم. دریچه دوم رو هم سنبوله به من گفت باز بکنه. برای همین میاد هفت‌سین خودش رو میشینه و منتظر اومدن امونوروز میشه. خیلی ذوق میکنه که امونوروز رو ببینه. خب دیگه تعریف نکن. خب باشه. آره راست میگی. باقی برنامه های بعدیش هم. آره سنبوله جان. تا بچه ها شما میدونی که این نوروزنامه ها تو تمام کتاب فروشی های ایرانی هستش که بچه ها. بله. که بچه ها میتونن تهیه بکنن. خیلی خب برین تهیه کنین بچه ها. و عیدتون هم مبارک باشه. سلام به نوجوانان عزیزی که در این ساعت به برنامه ما نگاه میکنند. عید همگی شما مبارک باشه. حاضر باشین بچه ها برای درس. بچه ها آی حالا مالای مکتب میشینه توی مکتب، به ما میده درس الف با ما صداهاش، برای درس امروزش بیا حاضر باش. برفاک شدن گلابا شدن اومده بهار، پر از تو رسید هر جا پر کشید بهار بهار. بچه ها بهار گلا برده، لاله و یاس و سنبولا برده، سفره هفت سین ما رنگ و با رنگه، سفره رنگین ما خیلی قشنگه. شاید پدر و مادرهای شما که بچگیشون رو در ایران گذروندن براتون از دوران مدرسه و نوروز و تعطیلاتش گفته باشن. روزهای خیلی خوبی بود. بچه‌ها که مدرسه می‌رفتن بی‌صبرانه منتظر تعطیلات نوروزی روز شماری می‌کردن. آخه دو هفته از اولین روز بهار مدرسه‌ها تعطیل رسمی بودن. نوروز رو بیشتر دوست داری یا سال نو میلادی رو؟ نوروز.
امشب شب خوبیه، امشب شب رقصیدن شمالی و جنوبیه، امشب مهمونیه، آره پای خوبیه امشب. دستارو زنجیر میکنیم قصه فراری میشه، قصه ما هموطن ها قصه یاری میشه، میرقصیم و دل میزنیم امشب به سیم آخر، شاد که باشیم آی رفقا میاد روزای بهتر. پای خوبیه امشب شب خوبیه، امشب شب رقصیدن شمالی و جنوبیه، امشب مهمونیه، آره پای خوبیه امشب. بچه‌های ایران سال نو مبارک. متاسفانه نمیتونیم همه یه کسانی که میهمان برنامه های ما بودن رو نشون بدیم، چون هم طولانی میشه، همین که ما همه آرشیومون کامل نیست. مثلا یکی از تیکه هایی که خیلی دلمون میخواست به هر حال به صورت کوتاه پخش میکردیم، گفتگویی بود با آقای سعید اویسی نازنین، این هنرپیشه و هنرمند خوب ایرانی ساکن سوئد در شهر گاتنبرگ که جایزه سوسک طلا سینمای سوئد رو برنده شدن. متاسفانه اون برنامه نوروزی در آرشیو ما پیدا نشد، اما در لابلای این جستجوهایی که میکردیم یک تکه انتخاب کردم، دیداری با آقای اسماعیل میرفخرایی، یکی از بهترین تهیه کنندگان برنامه های علمی، یکی از پیشکسوتان واقعی سیستم تلویزیون، یعنی اصلا رسانه تلویزیون در پیش از انقلاب، که من واقعا دلم میسوزه که کسانی مثل آقای میرفخرایی انقدر ظالمانه از شغل و حرفه خودشون به دور رانده شدن، چون اینها استادانی هستند که حیف شد قدرشون دانسته نشد، برای اینکه اون افتضاحاتی که در چیزی به اسم تلویزیون در ایران یا صدا و سیما هستش پیش نیاد. به هر حال از این مثال ها زیاده در این سال های 40 و اندی سال بعد از سال 57. دیداری داشتیم با آقای اسفندیار منفردزاده که ایشون هم ساکن سوئد هستن، و حالا ببینیم که چند تا مصاحبه دیگر رو میتونیم نگاهی گذرا بهش داشته باشیم. من میخوام امروز ازش خواهش کنم که خودش تعریف کنه که چه کارهایی کرده، کی بوده تا اینجا، تا بعد راجع به تلویزیون با هم صحبت کنیم. موافق هستی؟ آره موافقم، منتهی یه خود مشکله، برای اینکه میدونی اولا من کسی نیستم، اگه بگی کی هستم، یعنی واقعا تو رسانه آدم فکر میکنه که تا مردم نباشن و مخاطب نباشه آدم چه کاری میتونه بکنه. من والا به دلیل علاقه که به رادیو تلویزیون داشتم، اولین ایدی که جمع کردم تونستم جمع کنم 140 تومن. چند سالت بود؟ فکر کنم مثلا در کلاس اول دوم دبستان. خلاصه این 140 تومن رفتم یه رادیو سونی ترانزیستوری تازه در اومده بود. چند سال پیش بود؟ سوالای سختی و هر دو فیلم رو هم آوردم به این فستیوال، فیلم فرستاده و فیلم سرحد. برای آینده فیلمی در دست تهیه داری؟ طرحشو دارم، طرحهای متعددی دارم، ولی برای پیدا کردن امکان ساختنش خوشبین نیستم متاسفانه. هر کی بخواد خوب میتونه حرفاشو اوریون بزنه، آزادی شاپرکا سر به ستاره میزنه، شاپرکای رنگارنگ با هم ندارن سر جنگ، نمیکشن هم دیگر رو با خنجر و توپ و تفنگ. کاش که ما شاپرک بودیم عاشق و بیقرار، هم همزبون گیاه و گل، هم نفس بهار هم. سوسن خوش آمدی به برنامه نوروز ما. خیلی ممنون، مرسی. و نوروز رو به تبریک میگم. من هم به همچنین و نوروز تبریک میگم به تمام ایرانیان عزیز.
امیدوارم روزی همدل باشیم با هم علی‌رغم تمام اختلافات، چون اون روز هستش که ما به رستگاری خواهیم رسید و جامعه زیبا خواهد شد. بله، اون روز واقعا نوروزه. نوروز خواهد. فکر می‌کنید ما به همچین روزی برسیم؟ ما منفعت‌زاده بدون تعارف. من عاشق اون آهنگ گنج قارونم، خیلی دوست دارم. اومدم از هند اومدم چه بی غم و رند اومدم، اومدم و باز اومدم خیلی سرف راز اومدم، منم که دل شاد اومدم بی غم و آزاد اومدم، به عشق شیرین اومدم مثال فرهاد اومدم. رند اومدم چه بیغم و رند اومدم، اومدم و باز اومدم خیلی سرم راز اومدم، منم که دل شاد اومدم بیغم و آزاد اومدم، عشق شیرین اومدم مثال فرهاد اومدم. حالا می‌رسیم به تئاتر که کارگردانی و ضبط و همه چیش در شرکت آی‌اس‌پی صورت می‌گرفت با کمک تو و بهروز و بهزاد و بچه‌های دیگه، بقیه برای بچه‌ای که می‌اومدن یه سریال داشتیم آقا مهدی عشقی نژاد که جواد جوادی بود، بله، که خیلی قشنگ بود. بله، جاهلای کلاه مخملی بود که اومده بود سوئد و همش گفت عشق. آره، خیلی هم براش سخت بود. من یادم توی قسمتی که اومده بود سوئد، مثلا که تو ایران کف در باز بود، یه کف در پیدا نکرده بود، یادم که نشسته بود داشت به یه دونه از این موشخورماها بوم میداد. ای دومت بهار اومد من از تو دورم، عشق عشق بخار ایوان بخار. یادش بخیر، تو ایران دو تا قناری داشتم این هم بال بال میخوندن، یا خوشمزه است. تا بگیونم تو کار این تازن لوچی این از ایش دون یکی آبا. خیلی و دیگه قصه های من و بابام که آقای جواد فرشید کارگردانی کرد و آقای شوهانی بازی میکردن و چند تا کودک هنرمند دیگه انقدر هستن که من واقعا نه اینکه بخوام بیادبی کنم، واقعا یادم نمیمونه همه اسما، ولی شمایی که با ما همکاری کردین خودتون میدونین چقدر عزیزین، چقدر دوستتون داریم. بازم مرسی بابت این همراهی. بریم یه تیکه هایی از این تئاتر مطمئن باش هیچ کاره بوده، گول ظاهر مردم رو نخور خانم. و اما در باب توقع بیجا، ما ایرانی ها ید طولایی داریم. کیه؟ میگه سالی که نکوس از بهارش پیداست. انشالله که خیر باشه، انشالله که خیر باشه. خدای نکرده اتفاقی افتاده. بابا همون گرفتاری های فراوون و همون اطرافیان. من دیگه تحمل هیچ کدومشون رو ندارم. مگه من تحمل شماها و خانوادت رو دارم؟ اما حالا که دیگه اینجا نیستن، ما دیگه کسی رو دور بر خودمون نداریم که. تو که هستی. یه خواب قشنگ دیدم. خدا کنه همیشه خوابای خوب ببینید و من قیافت خندون ببینم. خواب علایالدین و چراغ جادو رو دیدم. بیارش دیگه بابا. من برم بیارمش. آره خب پس کی بره بیاره؟ چجوری من برم بیارم؟ من که آخه بابا گو گو اچا اکبر اکبر تکبر. بهار آمد، سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یهو، خوشم خوشم که عمر دی سر آمد رنجام بگرفت پایان یهو. رسی امسال چه سالیه؟ ما سال 2579 شاهنشاهی و سال 1400 این شنبه 20 مارس 2021. بله، ما باید اعلام میکردیم. ببخشید من یادم رفت اعلام کنم.
دیگه من انقدر در فکر مسائل دیگه بودم. ولی مجده من ازت خواهش میکنم در آخر برنامه یه چیزی رو در نظر بگیر بگو. اتفاقاتی که تو ایران الان داره میفته و آدم غمگین میشه و شاید شرمش میاد که سفره هفت‌سین بچینه، ولی چون این یک رسم ایرانیه و باید حفظ بشه ما نگرش میداریم. بله و ما بابت نگه داشتن این فرهنگ همزمان با اینکه گروه ما مسائل و مشکلات ایران رو فراموش نکرد، هزینه‌ای که پرداخت کردیم آخرش این شد که یک کانال تلویزیونی مجبور شد که به صورت خیلی زیر پوستی کار کردن، البته چجوری آدم بگه، ولی این به مرور زمان مجبور کرد یک کانال موفق رو که روبرو بشه با مشکلات پیچیده‌ای که در آخر تمامیتش رو هدف قرار داد. من خیلی دوست داشتم به این قسمت برسم، میدونم که شما همش دوست داری برنامه هر زودتر تمام کنی، ولی چون اینها باید ثبت بشه در یک جایی. ما وقتی که کانال تلویزیونی شده بودیم، یک کانال سوئدی بودیم با یک برنامه‌های متفاوت در سوئد، یک برنامه فارسی در سال داشتیم دیگه، از اون بعد که برنامه نوروز بود. از سال 2008 ما همکاریمون شروع شد با تلویزیون بزرگتر در سوئد، یکی از بزرگترین تلویزیون‌های سوئد، کانال 4 TV4 اینجا، و ما برنامه نوروز رو در دو کانال همزمان پخش می‌کردیم. برنامه‌های ما با زیرنویس سوئدی پخش می‌شد. طبیعتاً غیر ایرانی‌ها هم خب متوجه می‌شدن در دو کانال سوئدی با زیرنویس سوئدی، و ما از این فرصت استفاده نکردیم برای اینکه بیایم خودمون رو بزرگ بکنیم، بلکه از این فرصت استفاده کردیم که آنچه که در دل داشتیم و فکر می‌کردیم که باید گفت، گفتیم. ما وقتی که برنامه نوروز داشتیم از بچه‌های ایرانی دعوت می‌کردیم که در مسابقه آیدول سوئد شرکت کرده بودن که دو تاشون ایرانی تبار بودن در دو سال مختلف، هر دو سال بچه‌ها رو دعوت کردیم به عنوان ایرانی، ولی ازشون خواستیم که ترانه‌هایی بخونن که با اوضاع و احوال ایران مطابقت داشت. نترس از گله دشمن، گله لادم که پوست شیر پوست سرزمین من. آهم پشت ما کوه، نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم، این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازیم با هم. خیلی چیزها بود مسائلی که میگفتی. من دوستم قبل از اینکه برنامه رو تموم کنیم یک مثال نشون بدم که برمیگرده به سال 2009 فکر میکنم، که بعد از خون و خون ریزی هایی که در جنبش سبز در ایران شد. میخوایم این برنامه رو تقدیم بکنیم به تمام انسانهای خوبی که برای به دست آوردن آزادی زحمت کشیدند، از جان خودشون مایه گذاشتند. خبر اومد زمستون داره میگیره، سکوت از شهر تیره پر میگیره، نگاه کن پای آزادی این خاک داره قشنگ ترین گلا میمیره، داره قشنگ ترین گلا میمیره. خبر اومد که مردم تو خیابون، تموم عاشقا جمعن تو میدون، خبر اومد ندا غلطیده در خون، نذاره جون بده آزادی آسون، نذاره جون بده آزادی آسون. سمون بر این شب تو که عاشقا رو میبندن به رگبار،
جواب حق ما سرب و گلون است. ولی جنگل نمیمیره. خب همینطوری که میبینیم این ما برنامه‌مون رو آغاز کردیم با یه همچین چیزی. بعد از اون سال اتفاقاتی که افتاده بود که ما احساس میکردیم که یه فشارهایی داره میاد بعد پخش برنامه نوروز. امیدوارم در یه برنامه مجزا بشه راجبش صحبت کرد. باز بتونیم بیم خدمت شما. مجد این برنامه رو کاش تقدیم کنیم به اونایی که توی ایران هستن. نمیدونم این همه کشته دادیم توی ایران. واقعا خیلی کوچیکه این که بخوام مثلا نمیدونه اینقدر آدم خودش رو، یعنی من اینقدر خودم رو کوچیک احساس میکنم در برابر این همه ناملایماتی که مردم ایران دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن که نمیدونم واقعا حتما این برنامه تقدیم به همه اونها. و از این حرفای کلیشه‌ای هم آدم واقعا نمیخواد بزنه ولی من احساس میکنم داره دیر میشه. من احساس میکنم نسل داره بدجور عوض میشه و یک سری کسانی اومدن سوداگرا، سوجو و این افراد بد به نظر من بد، واقعا بدن به نظر من، که هیچ آرمانی ندارن غیر از درآوردن مال و منال و پول و نمیدونم این چیزها. من نمیدونم ایران با به دست این افراد که هم در جمهوری اسلامی از سر تا پایینش هستند، هم در خارج از ایران این سیستم ها داره سر و کلش پیدا میشه چند ساله، من نمیدونم عاقبت چی میشه، ولی فقط باید امید داشت. امید اون رو دست نمیدیم. بینندگان عزیز و میتونیم بگیم تا درودی دیگر. نمیدونم تا درودی دیگر بدرود یا نه، ولی این برنامه رو پایان میدیم با چند تا پایان برنامه نوروزیمون که باز هم این خودش نشون میده وقتی که یک گروهی عاشق و متعهد و آرمانگرا نام مملکتشون رو، نام ملتشون رو فراموش نمی کنن و تا دقایق پایانی یک برنامه تلویزیونی در یک کشور دیگه از فرصت استفاده می کنن تا احساساتشون رو و حرفشون رو نه فقط به مخاطب ایرانی بلکه به بقیه هم برسونن. تا درودی دیگر بدون. ایران صدای خسته ام را بشنو، ای ایران یک با گنای خسته ام را بشنو، ای ایران میخوانم آوازی میان درد طوفان ها، همخوانی من با رعد و برق و باد و باران ها، آواز من هر چند ایرانم غم انگیز است، با این همه از عشق تو لبریزم داره میسازند. دوباره میگویم از تو گل همیشه پایدار خواهد بود و نوروز رو پاس بدارید. به درود بر شما و پاینده ایران. خدا نگهدارتون. نوروز پیروز. که هم آوازی تو منم، همه جا و
زبان همه با یک نامشان. نوروزتان پیروز، زنده باد آزادی، برقرار باد ایران، برقرار باد ایران.